بسم الله الرحمن الرحیم، به نام او آغاز میکنیم که آغازگر همه خوبی هاست. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، جور و صحتمند باشین و امیدوار هستیم که هر جا که هستید در بهترین حال خودتان باشید. بسیار خوش آمدین به یک دیگر از سلسله گفتگوهای به وقت بیداری تقدیمی از تلویزیون جهانی هادی. امیدوار هستیم که وقت داشته باشین تا پایان برنامه امشب هم بنده و همکارانم را همراهی بفرمایید. در برنامه امشب در معیت شما بزرگواران در محضر جناب استاد موسوی عزیز هستیم. سلام علیکم استاد، خوش آمدید. و علیکم السلام، خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام داریم، در محضر شما هستیم. سلامت باشین استاد، بسیار خوشحال هستیم که باز هم شما را در این برنامه زیارت میکنیم. عزیزان حتما در جریان هستن که در برنامه قبل در یک شنبه هفته قبل که مصادف بود با شام ولادت امام موسوی جعفر علیه السلام بسیار گفتمان زیبایی داشتیم در مورد نگاه های تربیتی، در واقع دیدگاه های تربیتی حضرت، و در واقع از فرمایشاتشان استفاده کردیم بیشتر. و انشاءالله امشب هم میخواییم که در ادامه بحث در خدمت شما باشیم، اما اگر صلاح بدانید از اینکه چند روزی بیشتر ما نداریم تا شروع ماه محرم، و انشاءالله که همه عزیزان توفیق داشته باشند تا در عزاداری های آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام شرکت کنند که بزرگترین مناسک در واقع اجرایی ما مسلمانان و ما شیعیان هست. میخواییم که از نگاه ما موسوی جعفر علیه السلام که بسیار در کتاب ها و روایت آمده که ایشان اهتمام ویژه‌ای داشتند به این ما بشنویم و انشاءالله ادامه بحث در خدمت شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همونطوری که اشاره فرمودید، خب چند روز بیشتر تا ابتدای ماه محرم باقی نیست، ماهی که میشود تعبیر کرد ماه معرفت افزایی و محبت افروزی در قلوب مؤمنین و شیعیان. بسیار مناسب اشاره فرمودید، حضرت امام کاظم علیه السلام مثل بقیه ائمه، مثل خود پیامبر اسلام، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، نسبت به محرم بسیار اهتمام داشتن. جالبه پیامبر اسلام پیش از جریان عاشورا برای سید الشهدا علیه السلام عزاداری کردند، برای سید الشهدا گریه کردند، برای ثواب گریه، ثواب عزاداری و اشک ریختن بر سید الشهدا علیه السلام مفصل بارها صحبت کردند. همینطور همه ائمه، مخصوصا در رابطه با حضرت امام کاظم علیه السلام که موضوع بحث امشب ما، نگاه کوتاه به مکتب تربیتی امام کاظم علیه السلام و راهنمودهای هدایت بخش اون حضرت. در زندگی امام کاظم علیه السلام این قضیه خیلی به صورت پررنگ، یعنی همت گماشتن به ترویج فرهنگ عاشورا و عرض کنم که بزرگ داشت حادثه کربلا دیده میشه. حضرت رضا علیه آلاف تحیت و سنا که امام هشتم ما هست، فرزند امام کاظم علیه السلام، بفرمایند که پدرم رو از اول ماه محرم تا پایان ایام عزای محرم کسی خندان نمیدید، یعنی حزن و اندوه واقعی و عزادار بودن واقعی بر تمام وجود حضرت مستولی میشد. هرچی به دهه محرم یعنی روز عاشورا نزدیک میشدیم، هر چقدر به روز عاشورا نزدیک میشد، این حالات حزن و اندوه شدت میگرفت و بیشتر میشد. این در حقیقت یک درسی است که امام کاظم علیه السلام به ماها میدن. بله، ما مسلمانان باید این اهتمام رو داشته باشیم. بین علما، عرفا، بزرگان ما همین شکل مسئله استقبال از محرم وجود داشته، اهتمام به محرم وجود داشته. یکی از اساتید میفرمودن که در نجف و کربلا علمای بزرگ، عرفای که اونا واصل بودن و عرض کنم خدمتون به مراحلی از قرب دست یافته بودن، اینا 40 روز قبل از آمدن محرم
چله نگه می‌داشتن. دعاهای مفصل، نمازها، زیارتها و توسلهای زیادی داشتن تا بتوانند محرم را با معرفت در کنند، بتوانند به درستی در خانه اهل بیت علیهم السلام که اولیای خدا هستند، خانه های اینها بیوتون ازین الله ان ترفع فیه و یذکر فیه اسمه، این خانه هایی هست که خدا خواسته نام خدا در خانه های اینها برده بشه، بتونه قشنگ بندگی بکنن. بندگی کی؟ بندگی خدا بکنن، بتوانن قشنگ در درگاه اهل بیت عصمت و طهارت عرض ارادت بکنن که دستور قرآن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از همین فرصت استفاده کردم عرض بکنم به همه بینندگان عزیز در هر جای جهان هستن، با توجه به این که الان تبلیغات مضر که در رابطه با کرونا وجود داشت و هیاهویی که به پا کرده بودن در جهان اینا از بین رفته، امسال انشاءالله همت بکنن از اول محرم در همون اولین لحظات شروع برنامه های محرم حضور پیدا کنند. بعضی ها البته دیر میان، ما با همین مشکل هم مواجه هستیم، ما مثلا صحبت میکنیم نصفای سخنانی ما میشه یک عده تازه میان که الان تا آخر بحثم چون اصلا متوجه نشه که چی ما میخواییم بگیم. بله بله. لذا این احتمال انشاءالله داشته باشیم این درس را از مکتب امام کاظم علیه السلام فرا بگیریم. بسیاری از مؤمنین این روزها در تدارک بالاخره امکانات اولیه عزاداری هایشان هستند. بله. و در واقع این فرمایشات که حضرت علی داشتین از حال و احوال امام حسین جعفر علیه السلام قبل از محرم و در ورود ماه محرم میزیبه که تک تک ما قطعاً سیاهه نصب کنیم، مساجد رو سیاه پوش بکنیم، سر در منازل اینه که بنده عرض میکنم عمل کنیم، شعار نباشه. در به منازل اول به خودم میگم آقا ایام محرمه، بالاخره نماد مذهبی ما در ایام محرم پرچم های حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، خیلی هم الان قشنگ از چاپیا عرض کنم خدمتتون که وجود داره که یا ابوعبدالله الحسین یک پرچم در خانه بزنیم، این میشه خودش یک نوع تبلیغ و یک نوع آگاهی دادن به دیگران که آقا مواظب باشید. یک وقت نشه خدایی نکرده اونقدر ما غافل شویم که روز اول محرم و دوم و سوم محرم بیاد و کسی خبر نشه در منطقه ما، این بسیار عرض کنم خدمتتون که برای ما مسلمانان بده. بله. گرچه که بعضی از کشورها ممکنه کشور اسلامی نباشه، ولی خب ما مسلمانیم، وقتی فرزند رسول خدا با اون وضعیت به شهادت رسیده و بعد بقای اسلام بر این است که ما فلسفه به شهادت رسیدن حضرت رو به درستی دریابیم که عبارت است از مبارزه با ظالمین، مبارزه با راندخاران، مبارزه با مفسدین، مبارزه با اونهایی که اسلام رو به بیراه بردن، خب به هر حال اینا وظیفه ایجاد میکنه برای تک تک ما. وظیفه ما اولا این است که عزادار باشیم، اعلام عزا بکنیم، حضوری در مجالس داشته باشیم، این مسئله رو انشالله امسال پررنگتر برگزار بکنیم انشالله. استاد برگردیم به بحثی که از جلسه قبل در واقع قسمت هایش شما فرمودید، قسمت های ماند نگاه گذرا به مکتب تربیت امام موسی کاظم علیه السلام، در خدمت شما هستیم استاد عزیز، منتظرند ان شاء الله. بله. من عرض کردم که وقتی ما نگاه میکنیم به زندگی امام کاظم علیه السلام میبینیم که در دو بخش حضرت این هدایت گری را داشته، یک بخش در حقیقت هدایت های عملی است که حضرت عملا افرادی رو هدایت کرده به این معنا که ورود عملی داشتن. بله. یک بخش دیگر هم عبارت است از کلمات حکمت آمیز اون حضرت که به دست ما رسیده، این کلمات فراوانه در قالب احادیثی که از اون حضرت رسیده، در قالب نصیحت هایی که هست، رهنمود های اخلاقی. یکی از مهمترین رهنمود های اخلاقی و تربیتی امام کاظم علیه السلام وصیت امام کاظم هست به هشام که معروف است این وصیت نامه، معروف ما بعضی از فرازها رو انتخاب کرده بودیم در جلسه قبل که عرض بکنیم که فرصت نشد. بله. یکی از فرازها که خیلی مهم بود در رابطه با مسئله اهمیت قائل شدن به عقل و خردگرایی است که این افتخار ما مسلمانان هست که قرآن کریم می‌فرماید که قل هاتوا برهانکم ان کنتم مؤمنین. بله. ان کنتم صادقین. خب ما اهل استدلالیم، اهل برهانیم، اهل عقلیم، عقلگرایی و خردگرایی و دوری از خرافه پرستی این شعار قرآن ماست، شعار دین ماست.
امام کاظم علیه السلام مفصل در رابطه با فضیلت عقل سخن میگه و اینکه عقلا رو خداوند چقدر تمجید کرده در قرآن اینا رو بیان میفرماید. بعد میاد میفرماید که ویژگی های انسان عاقل چیه، ای به درد ما میخوره که ما باید از اینها بفهمیم که چه کسان عاقلن. اگر در ما این ویژگی ها نیست، این خصوصیات نیست، در خودمون ایجاد کنیم. استاد، ویژگی های انسان عاقل از نگاه فرمایشات حضرت بوده به هشام، درسته؟ بله. اگر زبطین در بخش بعد به صورت مفصل بشنویم. در خدمت سلامت بشین. با شما هستیم با به وقت بیداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیم درود و احترام مجدد محضر یکایی که شما همراهان بسیار نازنین. پل ارتباطی برنامه را در این لحظه خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما هست. با ما در ارتباط باشین، پیام های ارزشمند خودتان با ما به اشتراک بگذارید. جناب استاد موسوی عزیز، ویژگی های انسان عاقل دخلش بست. حضرت امام کاظم علیه السلام در این رهنمود های تربیتی به هشام می فرماید که یکی از ویژگی های بارز و ظاهر انسان های عاقل اینه که متواضع هستند، خودخواه و متکبر و عرض کنم که خودبرتربین نیستن. این یک ویژگی. بعد می‌فرماید که حالا که اینجوریه، قال ان لقمان قال لابنه، لقمان به فرزندش گفته که تواضع للحق، اگر تواضع کنی برای حق، جایی که حق با طرف مقابله، اصرار نکن که حق با منه، لجاجت نکن، بپذیر حق رو در مقابل حق، قانع باش و خاضع باش. تواضع للحق تکن اعقل الناس. اعقل الناس، تواضع در برابر حق نشانه عاقل بودن، بلکه بالاترین فرد از لحاظ عقله. بسیار اعقل الناس، خیلی زیباست این تکه ای از حدیث. بعد می فرماید که لقمان ادامه داد، یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق. دنیا همین عالمی که ما زندگی میکنیم از یک نگاه مثل یک دریای عمیق است، بحر عمیق. قد غرق فیه عالم کثیر، در این دنیا افراد زیادی غرق میشه، تو مواظب باش غرق نشی. برای این که از این غرقاب دنیا نجات پیدا کنی و این دنیا را سببی و وسیله‌ای برای عقبی و آخرت خودت قرار بدی، پس این اسباب رو باید فراهم کنی. فلتکن سفینتک فیها التقوی الله، مواظب باش که در این دنیایی که مثل یک بحر عمیق هست، دریای عمیق هست، بدون کشتی وارد نشی. کشتی تو در این دنیا، سفینتک فی الدنیا فیها تقوی الله، تقوی الهی. تقوی چیه؟ تقوی اینه که انسان همیشه حضور خدا را در زندگی خودش احساس میکنه. چقدر تعبیر زیبایی است استاد. بله. تقوی علم سفینه به ان الله یرا. تقوی تو میگه همون کشتی است که تو رو از این دنیا
نجات خواهد داد از غرق شدن. تقوای تو همون چیزی است که تو را مانع میشود در منجلاب دنیا بمونی، تو را عبور میده، تو را به ساحل امن خواهد رساند. این که فرمودین تعبیر قشنگ است، واقعا هم زیباست. میگه اگه کسی با تقوا باشد مثل فردیه که در یک دریای عمیق سوار بر کشتی که از همه حوادث تقریبا دیگه در امانه، فقط حواسش باید جمع بشه. فلتکن سفینتو که فیها التقوی الله و جسرها الایمان. این دنیایی که یک بحریست، از روی این پلی هم وجود داره که بعضی از عابرین عبور کنه. پل این دنیا، پلی که عابر میتونه عبور کنه، تعبیر میفرماید میگه اون ایمانی به خداست که در این دنیا هر چقدر ایمانت قوی باشه، مثل اینه که روی اون دریایی که انسان رو غرق میکنه یک پل محکم و مستحکمی برای خودت درست بکنی. و شراءها التوکل، کشتیار دیدین بادبان دارد، بله، که باد رو جهت میده که کشتی عرض کنم به سمت سویی که میخوان حرکت کنه. اون بادبان هایی که در زندگی شما بهش احتیاج دارید، در این زندگی دنیایی که مثل بحر عمیقی است، اون بفرمایید توکل به خدایی. بدون توکل انسان آرامش نداره. ما وظیفه داریم که سعی و تلاش بکنیم در زندگی، اما هیچ وقت نباید متکی به سعی و تلاش خودمون باشیم. باید سعی و تلاش بکنیم، باید تمام استعدادهای درونی خودمون رو شکوفا بکنیم، به از حالت بالقوه به فعلیت برسانیم، تلاش کنیم، اما توکل به خدای تبارک و تعالی رو فراموش نکنید. معنای توکل هم اینه که همیشه انسان احساس بکند یک کسی از او حمایت میکند که تمام قدرت ها دست اوی، تمام علم دست اوست، تمام رحمت ها از آن اوست. این معنای توکله که انسان خودش رو در سختی ها نمیبازد. بله. میداند که یک حامی دارد که از همه قدرتش بیشتره، از همه علمش بیشتره، از همه رحمتش بیشتره. خودش تنها نمیذاره. تنها نمیذاره انسان. احسن. بعد میفرماید که و قیم هل عقل، قیم و مدیر این کشتی که در این بحر عمیق داره رامیره، قیم یعنی سرپرستش، بله، مدیر و تدبیر کنندش کیه؟ عقل. یعنی ما در زندگی باید با تدبیر عقل قدم برداریم، از هر آنچه که خرافه و بیعقلی و جهل است باید فاصله بگیریم. در اینجا حضرت میفرماید که و قیم هل عقل، در تمام این امور انسان باید اینجوری باشه که عقل گرا باشد، نه شهوت گرا، نه خرافه گرا، که الان متاسفانه خیلی این وضعیت کمه که ما در تصمیم های روزمره زندگی با عقل حرکت کنیم. گاهی دیده میشه طرف مثلا با یک عصبانیتی تمام اعتبار چند ساله خودش رو زیر سوال میبره. چرا؟ چون در همون لحظه غضب و عصبانیت عقل رو تحت تأثیر قرار داده. یا خدای نکرده با پیروی از شهوت که در روایت هست و کم من نظرتن او رسد حسرتن طویله، یک نگاه گاهی وقت نگاه نابجای به نامحرمی، میفرماید گاهی وقت یک حسرت طولانی رو به دنبال داره، یک دل دادگی ها و عرض کنم عشق و عاشقی های ناخواسته ای که تمام زندگی رو برباد میده. در اینجا میفرماید که ما باید همیشه با عقل حرکت کنیم اگه میخوایم دوچار این مشکلات نشیم. اینا واقعا درس های بسیار مهمیه. بله. درسته به ظاهر ما الان داریم یک روایتی رو میخونیم که امام کاظم علیه السلام در 1400 سال پیش بیان کرده، اما دقیقا در زندگی امروز ما این کاربرد داره. بله. چند درصد از مردم تمام زندگی خودشون رو بر اساس عقل عیار کردن و با عقل حرکت میکنن؟ چند درصد از رفتارهای خود ماها برخواسته از عقل و خرده؟ تعصب توش را ندارد، چشم همچشمی را ندارد، عرض کنم خدمتون که به رخ دیگران کشیدن منشأ عمل ما نیست. چند درصد از اعمال ما اینجوریه؟ بله. خیلی وقتا از حالا طرف رفته مثلا فرض کنید که بچهش داماد کرده، چقدر هزینه های گزاف که خارج از تعقل عقل انسانه. عقل میگه بابا در این وضعیتی که همه گرفتارن، به نوع مردم در مشکلات اقتصادی قرار دارن، همون حد متعادلش کافیه. این دستور عقله. اما ما میایم چی؟ به خاطر چشم همچشمی ها، به خاطر این که مثلا طرفی که با ما سر طرف حساب هست روی او رو کم کنیم.
او رو مثلا مغلوب بکنیم، یک هزینه های سنگینی بر خودمون تحمیل میکنیم. این یک جمله. بعد فرمود و سکان و هست صبر، سکان این کشتی که شما در این دنیا بر او سوارید و شما رو قراره به سرمنزل مقصود برساند، صبره. کسی که در این دنیا صبوری نداشته باشد همیشه بازنده میدان. صبر چیه؟ صبر به این معنا نیست که در برابر مشکلات ما دست روی دست بگذاریم، منتظر باشیم که این مشکل های رفع میشه یا رفع نمیشه. صبر این است که انسان در برابر سختی ها و مشکلات خودش رو نبازد، استقامت داشته، تسلیم نشه، استقامت داشته باشد، ولی در این حال تمام قدرت هایی که دارد، تمام عرض کنم امکاناتی که دارد برای رفع اون مشکل به کار ببنده. این معنی صبره. بعد فرمود که یا هشام، لکل شیء دلیل، برای هر چیز یک نشانه و راهنمایی است. و دلیل العاقل التفکر، دلیل عاقل، راهنمای عاقل، انسان عاقل تفکره. تفکر چیه؟ اندیشیدن. اول انسان در رابطه با عواقب و عرض کنم که حوادثی که ممکنه اعمال انسان و رفتار انسان داشته باشد بیاندیشه، بله، تعقل بکنه، تفکر بکنه. میفرماید که اگر کسی یک لحظه تفکر بکند، تفکر ساعتن خیرون بهتر است از من عبادت 70 سنه، از عبادت کردن 70 سال. یعنی انسان 70 سال عبادت بکند، در این عبادات خودش تفکری نداشته باشد، تعقلی نباشه، عبادات تقلیدی باشد، خالی از تحقیق، خالی از تفقه. این میشه همون تعبیر امیرالمومنین که حمار طاحونه میشه دیگه، که حمار طاحونه، یعنی کسی عبادت بکند بدون تعقل، بدون تفکر، مثل اون مرکبیه که دور محور آسیاب میچرخه تا گندم ها آسیاب بشه، مثل اون دیگه به جایی نمیرسه. یعنی چرخش زیادی داره، راه رفتن زیادی است، اما هیچ وقت به جایی نمیرسه. صبح از همون جا حرکت کرده، شب هم در همون نقطه دوباره متوقف میشه. و این عبادت هیچ تأثیر تربیتی روی ما نداره. احسن، این جمله همین می‌خواست بگه. بعد فرمود و راهنمای تفکر صحیح عبارت است از خاموشی. یعنی اینکه انسان در هر مجلسی، در هر جایی حضور پیدا نکند، در هر جایی این متکلم وحده نشود، هر چقدر انسان تکلم و حرف زدنش زیاد باشه، به همون میزان اشتباهات انسان زیاد. پس سعی کن انسان اول خاموش باشه، به دیگران هم مهلت بده. گاه وقت میشه انسان در یک مجلس حضور پیدا میکنه، یک نفری مثلا از اولی که حرف میزنه تا آخر، بله، خب بابایی در این جلسه ای که 4 نفر هست، هر 4 نفر حرف برای گفتن داره. در روایات ما هستش که شما باید زمان رو تقسیم کنید عادلانه. شما یک لحظه صحبت کردی، اجازه بدید طرف مقابل هم حرف داره، حرف بزنه. در یک مجلسی که هستید اینجوری نکنید. ولی کل شیء متیه و متیت العاقل التواضع، باز تاکید فرمود، برای هر چیزی یک مرکبی است که او رو به سرمنزل مقصود میرسونه. متیه عقل، پای عقل، اون چیزی که عقل رو، اون چیزی که بخشید عاقل رو به سرمنزل مقصود میرسوند، عبارت است از تواضع، فروتنی. تواضع کند هوشمند وزین، نهد شاخ پرمیوه، بله، سر بر زمین. بسیار تشکر، نمیگ سلامت بشین. در بخش سوم استاد، بله، در خدمت منتظر هستیم تا ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. ان شاء الله. سلامت بشین. بسیار تشکر که تا این لحظه برنامه خودتون رو دنبال کردین. در بخش سوم هم همچنان نگاه گرم شما با ما خواهد بود، انشاءالله ادامه فرمایشاتی که جناب استاد موسوی می‌فرمایند. ساعت پخش برنامه‌های آموزشی مکتب هادی، شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10:30، کیمیا صنف 8 10:30 تا 11، دری صنف 9 11 تا 11:30، یکشنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10:30، فیزیک صنف 8 10:30 تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11:30، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10:30، ریاضی صنف 8 10:30 تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11:30، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10:30، دری صنف 8 10:30 تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11:30، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10:30، بیولوژی صنف 8
ده و نیم تا 11، فیزیک صرف 9 11 تا 11.5، مکتب هادی دریچه دانایی. تشکر میکنیم از همکاران بسیار پرتلاش من در اتاق فرمان و همچنین از یکایک شما ناظرین همراهان که همچنان با ما همراه هستید و اگر در این لحظه همراه ما هستید که ما به این همراهی افتخار میکنیم، اما اگر نتوانستید و دوست داشتید برنامه را شاید دوباره ببینید در فضای مجازی از طریق فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و آپارات میتوانید به این برنامه ها دسترسی داشته باشید. حتما خودتان دنبال کننده باشین و به عزیزان خودتان، به اطرافیان خودتان، کسانی که علاقه دارن به این قبیل موضوعات حتما پیشنهاد بدین تا برنامه های ما را ببینن. در خدمت شما هستیم و جناب استاد موسوی عزیز ادامه فرمایشات امام حسین جعفر صادق است. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا این قسمت یک سلسله از راهنمودهای بسیار بسیار آموزنده و هدایتگر رو از حضرت باب الحوائج امام کاظم علیه السلام تقدیم کردیم. استاد بسیار عالی بود. من فقط یک نکته، بله، قبل از اینکه فرمایشاتتون آغاز بفرمایید اعلام میکنم خدمت عزیزان که این فقط روحانی روایات حضرات نیست، این در واقع فرصتی است برای بازبینی نگاه یک امام به یک مسئله تربیتی. در واقع اینقدر مهم هست که این امام که تعبیر شده به سفینه نجات ما چه دیدگاهی داره در مورد مسائل مختلف، در مورد عقل، عاقل بودن، تواضع، سمت یا همون سکوت، و در واقع باید دقت بیشتری داشته باشیم و این فرصت را غنیمت بدانیم. اصلا بعضی از فیلسوفان گفتن که عمر انسان خیلی کوتاهه، تا میخواد این معارف رو درک کند مرگ انسان رو درک میکنه. بله، یعنی قبل از درک این معارف مرگ ما رو درک میکنه. حیفه. بله. یعنی اگر ما در جوامع بشری بتوانیم این معارف اخلاقی اهل بیت رو پیاده بکنیم، مطمئن باشید که اصلا نیاز به زندان نداریم. یک نفر بزهکار، یک نفر معتاد، یک نفر مشکلدار پیدا نمیشه. ما در یک جامعه کوچیکی مثل حوزه علمیه، مدارس علمیه دیدیم دیگه، اونم به صورت نسبی ما طلبه ها پایبند به این معارف اخلاقی هستیم. بله. نه که 100% و کامل. ما یادم نمیاد که در مدرسه‌ای که 200 و چند نفر طلبه بودیم یک مرتبه بگن آقا یک خودکاری گم شده یا یک پولی از اینجا گم شده. بله. همیشه درب اتاق ما باز بوده، ضبط اینجا بوده، اون زمان ما پول اگر بوده همونجا بوده، هر چی بوده، هر کی چیزی لازم داشته میگفته که آقا من ضبط شما رو یک ساعت لازم داره. دوچرخه‌ای بوده، موتوری بوده، هر چی بوده، یعنی امکانات ما همش در دسترس همه بود و هیچ وقت اینا عرض کنم که ضایع نشد، خراب نشد، گم نشد. چرا؟ چون میدونستیم که تا حدودی این جمعی که در اینجا هست به معارف اخلاقی اهل بیت پایبندن. بله. پایبندن. خیلی زیباست. یا آقایی که مثلا بلند میشد برای خودش بره نان بگیره. حجه بغل دستی مختار شما تشریف نبرید دیگه. ما میریم نان میگیریم، بعد برای شما هم میاریم. خب ما اگه در جامعهمون همین معارف رو پیاده کنیم. یه همسایه‌ای که داره مثلا میره دنبال فرض کنید خرید برای خودش، همسایش میبینه در میدن آقا جان شما چیزی که لازم داری منم براتون میارم با اعتماد کامل. بله. اون میره برای این خرید میکنه میاره، این چقدر زندگی رو شیرین میکنه. این مکتب تربیتی کجا و این رفتاری که ما بین مؤمنین اونایی که ادعای ایمان میکنیم، بله، میبینیم کجا؟ که حالا مثلا یک لحظه اگر دم در یا آقا ماشین آورده پارک کرده برم طرف حالا مریض داشته گرفتار بوده چی بوده هزار مطلب باری طرف نکنه نمیذاره. بله. خب بابا اینا به دور از مکتب ما به راحتی نمیگذره. بله، نگاه کنید، ما باید با این معارف آشنا بشیم و اینا رو در تمام وجود خودمون پیاده کنیم. در ادامه حضرت میفرماید که میدونی علامت آدم جاهل، اونی که عاقل نیست چیه؟ علامت آدم جاهل و اون کسی که عاقل نیست اینه که مرتکب میشه از اون چیزی که خدا اینو نهی کرده و گفته مرتکب نشو. بعضی ها بینید در جامعه که میتونه یک شغل انتخاب کنه که درش حرام نباشه، ولی برعکس میره سراغ یک شغلی که در او حرام وجود داره. این نشانه بیعقلیه دیگه. آقا خب تو همین درآمدی که الان آوردی سر سفره لقمه
میاری خودت میتونی لقمه حلال بری، برای چی تو نجاست میزنی میاری؟ کاسبه میداند که همین مشتری واقعیه و این لباس رو، این کفش رو، این ماشین رو، این موتر رو میخره. بله. حالا بعد در همون جای قسم دروغ هم میخوره. خب بابا من یک استرو مجبور کرد قسم دروغ بخوری. قسم میخوره یک دروغی هم میگه قسم دروغ هم میگه. به خدا قسم میرم ما مثلا دو لک خرید. در حالی که همون دو لک نخریده. یک لک 80 خریده، یک لک 90 خریده. وقتی میگه من قسم میخوره که ما این کارو کردم، این میشه همون لقمه حلال توی نجاست زدن و آوردن سر سفره گذاشته. یه نشانه جهل انسان. بله. میفرماید که و کفا بک جهلا ان ترتکب ما نهیت عن، این که مرتکب بشی اون چیزی که ازش نهی شدی. از چی میترسی؟ رزق و روزی تو رو خدا تضمین کرده، چرا به خاطر رزق و روزی که خدا ضمانتش رو کرده خودت به گناه میندازی و به حرام میندازی؟ چرا؟ بعد میفرماید که یا هشام، یک نکته دیگر رو اینجا حضرت میفرماید که واقعا در زندگی های ما به درد میخوره و اون اینه که آقا شما وقتی تشخیص دادی که بر حق هستی، تشخیص دادی این راه رو که داری میری راه درستی، بله، تشخیص دادی این چیزی و این نعمت رو که داری یک نعمت با ارزشیه، دیگه به حرف مردم و قضاوت های نابجای مردم گوش نکن، دهنبین نباش. خانواده های عزیزی که الان عرض بنده رو میشنه من توجه کنن، گاهی مثلا طرف رفته ازدواج کرده، مثلا پسر جوانی با یک دختر عمو نمیدونم کی و کی با همون راه روش از سنتی خودمو به درستی ازدواج کرده، بعد یک عده افراد بدخواهی داره میاد پیش این مرد میگه که همون زن بود تو گرفتی، سواد که نداره، تصفانه زیاد است، اخلاق درست هم که نداره، پدر و مادرش هم که آدم پولداری نیست، ها زیبایی همچنانی هم که نداره، تو چرا؟ خوبی سیاه کردنه دیگه، یک فرد رو در نظر این سیاه میکنه به تعبیر ما، و این فرد رو تنقیص شخصیت میکنه. و اگر این فرد، این مرد اگر دهنبین باشه چی میشه؟ سری موزه گیری میکنه. من زیاد دیدم، میگه و این من الکلام لسحرون، بعضی از این صحبت ها پشت سر افراد مثل سحر تأثیر میکنه، مثل جادو تأثیر میکنه. امام کاظم علیه السلام میفرماید که به این رهنمود تربیتی معصوم دقت کن، میفرماید که اگر در دست تو جوزه بود، یعنی چهارمغز گردوی بود، تمام جهان اگر گفت که این لؤلؤ در، باور نکن، چون تو خودت رسیدی به حق، میدونی که یک چیزی بی‌ارزشی. مثلا فرض کنید شما رفتی خادم یک فرد ظالمی شدی، خودت میدونی که کار اشتباهیه، تمام اطرافیان میگه عجب کار خوبی کردی، پیش فلان آدم مثلا چیز رفتی اونجا خدمتکار شدی، آفرین تو داری برای جامعه خدمت میکنی، خودت میدونی که خدمت یک ظالمی رو داری میکنی. اینجا مغرور نشو، با حرف مردم بازی نخور. و همینطور اگر دیدی که اون چی که در اختیار توست در گرانبهاییه، اگر تمام جهان جمع شدن گفت گچ، خاک، سنگ، نمیدونم گردوی چهارمغز، حرف اینا رو گوش نکن. این چقدر با ارزشه؟ تو وقتی میدونی که زن خوبیه، مؤمن هست، با نماز هست، تربیت درستی داره، بچه‌هات داره جمع میکنه، چرا دهنبینی میکنی؟ به حرف مردم گوش میکنی؟ یا شما خانم محترم وقتی میبینی شوهرت آدم درستیه، آدم سالمیه، به صرف این که حالا مثلا شما فلان مجلس میخواست شرکت کنی، مثال میزنم، بله، شما رو ممانعت کردی، خب یک مصلحتی میدیده، چرا دهنبینی میکنی؟ اگر افراد مخالف آرامش زندگی شما میاد اینجا به تعبیر ما بین شما دو نفر رو به هم میزنه، چرا به حرف اونا گوش میکنی؟ امام کاظم علیه السلام میفرماید تو وقتی به حق رسیدی، حق رو تشخیص دادی، برو به همون راه. بله. وقتی این شیء گرانبها رو در اختیار داری قدرش رو بدان. با ارزش ترین چیز در عمر انسان همسر انسانی، که انسان باید قدرش رو بدانه، مواظب باشه، مفت از دستش نده، مفت آرامشش رو از دست نده. این یک جمله از حضرت امام کاظم علیه السلام. خب استاد 3 دقیقه وقت داریم تا پایان عرض بکنم. چشم. در این 3 دقیقه یک جمله دیگرم عرض بکنیم که چقدر این مسئله اهمیت قائل شدن به خردگرایی و عقلگرایی در مذهب وجود داره. عقلی هم که ما میگیم عقلی است که خالی از شوائب اوهام باشه، عقلی که واقعا دور از دسترسی شهوت و
غضب باشد، یعنی عقلی که تحت تأثیر هواهای نفس قرار گرفته اون ازش نداره، اون عقل نیست در واقع. حضرت میفرماید که ما بعث الله انبیاءه و رسوله الى عباده الا لیعقل عن الله. اصلا فلسفه بعثت انبیاء و تمام رسولان اینه که مردم به مقام خرد و عقل برسن. لیعقل عن الله اونجا دارد که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو ای لیعرفو، داریم در روایت بله. ای لیعرفو، اینجا میگه لیعقلو عن الله فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن لله. بهترین افراد از نگاه من امام کاظم علیه السلام که در اجابت به روی اینها بازه، کسیه که معرفتش نسبت به خدا بالا باشه. چقدر زیباست که ما در این ایام محرم که ایام معرفت افزاییست و معرفت و محبت افروزیه، این تعبیر قشنگیست، ما بریم پای منبرها، تمام ما مردم بدنه جامعه در اصل دین خودشون مدیون منبره، مدیون روحانیتن، مدیون علماییست که خالصانه بین مردم حضور دارن، با مردمن، در بین مردمن و عرض کنم خدمتون که خدمت میکنه. اینو بریم حضور پیدا کنیم، معرفت خودمون نسبت به خدا، شناخت خودمون نسبت به اولیای خدا زیاد کنیم، که اگر یک وهابی یک وقتی گفت که آقا این کارا چیه، نمونیم توش، جواب بدیم که بابا جان اگه تو عزاداری رو میگی، در نص قرآن خود حضرت یوسف، حضرت یعقوب اونقدر به خاطر نبودن حضرت یوسف گریه کرد که وبیزت عیناه من الحزن و هو کظیم، چشمانش سفید شد از بس گریه کرد. بعد عرض کنم خدمتون فرزندان حضرت یعقوب آمد گفت یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، برای ما استغفار کن ما خطا کردیم، یعنی آمد توسل جست به بله. نبی از انبیای الهی. انشاءالله امیدواریم که این ایام محرم بهترین ساعات رو، بهترین لحظات رو در کنار علمای دین و در استفاده از منبرها، در استفاده از مجالس سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم، که اینا همش مجالس ذکر است، مجالس انس و مجالس معرفت. بسیار تشکر، فرصت بسیار مناسبی بود برای بنده و همراهان که چند روزی مانده به محرم در این برنامه بالاخره از حضور حضرت عالی استفاده کنیم و فرمایشاتی داشته باشین که بسیار هم به نظر بنده مفید بود. انشاءالله که در چند روز آینده که عزاداری ها کم کم آغاز میشه و تکه خانه ها و مساجد حسینی ها مزین میشه به پرچم های عزای آقا ابا عبدالله حسین و سلام، همه ای ما این فرمایشات در نظر داشته باشیم و به مجالس انشاءالله قدم بگذاریم. انشاءالله خداوند قبول بفرماید. انشاءالله شما رو باز هم در این برنامه زیارت کنیم. انشاءالله. اگر به مجالس عزای آقا امام حسین علیه السلام رفتید و اشکی بر گونه‌تون جاری شد، بنده و همکارانم رو و همچنین جناب استاد رو از دعای خیر خودتان فراموش نفرمایید. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. تا دیدار بعد، یا علی مدد.